درود بر شما دوستان عزیز و یاران همیشگی. بعد از شکست عاطفی عشقی مراقب باشید این کارها رو هرگز انجام ندید. برای دیدن این ویدیو در ادامه با من رکسانه افشار همراه شوید. شماره 1. موسیقی، فیلم یا داستان‌های غمگین ممنوع. مراقب باشین با این ابزارها خودتون رو در چاه ناامیدی غرق نکنید. شماره 2. هر جا میرید به بدگویی پشت سر طرف نپردازید. از دوستان و نزدیکان هم بخواین برای حفظ آرامش و حرمت‌ها این کار رو نکنند. شماره 3. از آدم‌های منفی باف و حسود بپرهیزین. به هیچ عنوان اجازه ندید کسی براتون خبر ببره و یا بیاره. شماره 4. به سرعت وارد یک رابطه جایگزین نشین، چون شخصی را انتخاب می‌کنید که فقط ناجی شما باشد. شماره 5. برای رها شدن از گذشته باید یاد بگیرین ذهن رو مدیریت کنید. هر لحظه نسبت به خودتون آگاه باشید و نگذارید ذهن هرگاه که خواست به گذشته سفر کند. شماره 6. از روش ایست ذهنی استفاده کنید. میتونید به خودتون بگید ساکت، دیگه نمیخوام بیشتر فکر کنم. شماره 7. تنها ماندن. هیچ چیز به اندازه سرشلوغی شما را از فکر کردن به او خلاص نمی کند. شماره 8. نگه داشتن یادگاری. یکی از نخستین مراحل فراموش کردن و کمرنگ کردن دیگران پاک کردن زندگی از وسایلی هست که ما رو مستقیماً به یاد آن فرد می اندازد. یادگاری هایی رو که از شخص مورد نظر داشتین از جلوی چشماتون دور کنید. شماره 9. نپذیرفتن. به هیچ وجه دنبال خبرگیری از اون نباشین. اگر واقعا رابطه شما با شخص مورد نظر قطع شده، بهتر از واقعیت رو باور کنید و با فکر کردن به مسائل غیر واقعی خودتون رو آزار ندید. شماره 10. اصلا به فکر خودتون نیستین و به خودتون اهمیت نمیدید. بهتره بلند بشین و کمی به فکر خودتون باشید. آرستگی ظاهری کمترین کاری هست که میتونید برای خودتون انجام بدید. این جمله که برای کی تیپ بزنم عجیب ترین سوالی است که معمولا برای افراد پیش میاد. برای خودتون تیپ بزنید و از دیدن خودتون لذت ببرید. مرسی از شما دوستان عزیز از اینکه ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. امیدوارم که این ویدیو به درد شما عزیزان خورده باشه و ازش لذت برده باشین. دوستان عزیز اگه ویدیو رو دوست داشتین فراموش نکنید که حتما لایک کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.